به نام یاد خداوند بخشاینده و مهربان. سلام دوستگای عزیز و نازنینم، انشالله که همیشه صحتمند و خوشحال باشین. صبح روز سه‌شنبه شما بخیر باشه، انشالله که تا ایدم این صبح زیبا را به بسیار خوبی خوشی سپری کرده باشین. خیلی زود خوش آمدین در برنامه خودتان، برنامه کودک و نوجوان. انشالله که تا آخر لحظات برنامه با ما همراه باشین. بله بله، سلام مریم جان، به خودت سلام، به دوستای عزیزم. امیدوار هستم کلگی تارم تو جور صحت من سرحال باشید. تشکر، سلام به گلی جان نازنی، انشالله خودتم جور صحت من. چرا قسم نفسک میزنی؟ خسته شدی گلی جان؟ مریم جان بله. من بسیار با صدای بلند گپ زده با دوستای ما گفتم پر انرژی باشن، از همون خاطر وعده شدم. خب پر انرژی به این معناست که ما و شما خوشحال صحبت کنیم، ما و شما متوسط صحبت کنیم، نه که خیلی بلند چیک بزنیم که دوستای ما گوشاشون اذیت شوه، نه که خیلی آهسته که بزنیم که هیچ گپ ما رو نفهمن. یعنی که بله چی داریم در برنامه؟ گلی جان یکم بلندتر گپ بزن دیگه. خلاص میگه مریم جان، ما خودت امروز در برنامه هستیم. مریم جان بله، ما دیگه امروز رسامی داریم. بله امروز ما رسامی داریم و همچنان امروز ما شگفتی های آفرینش داریم که در مورد یک پرنده یا یک حیوان بسیار زیبا معلوم داریم و دوست دیگه ما همچنان آمد. سلام فالک رک جان. سلام مریم جان، چقدر امیدم دارم، مانده شدم. نمیدی ایج نمیامدی، برنامه دیر شده بود، اگنه من میخواستم زود بیایم. خب موشی جان کم مریض بود، رفته بودم که برش صبحانه جور کنم. آفرین آفرین فالگرک جان، چقدر کاری نیک کردی، به دوستت کمک کردی که موشی جان مریض است، بر صبحانه بده تا اینکه غذا بخوره و صحتمند شد. بله جان بله، همین مریضی قضیه ها شده هم بکن لگر ببینی مریض بشه. خب هوا تغییر کرده، این که هوا کم سرد است، گرم است، از طرف روز یا طرف چاش هوا گرم می باشه، از طرف شب و صبح خیلی زیاد سرد می باشم. و اگر ماش ما متوجه خود نباشیم خیلی خیلی زود دیگه سرما را نوشی جان می کنیم. سرما را می خوریم. بله بله، مرک پیاله ها میاری؟ بله جاده برنامه با خودت چی گفتیم؟ چیز نگفتیم؟ یه تیر خودم میارم. خب بفر گرک جان، خیر استم اینجا باش. خوب یکم تو صحبت میکنیم، بعدش وقتی که دوست من رفتن کارتونی دیدن باز من حتما بر تو خودت آب میارم. بله از موضوعات برنامه دور بریم. موضوعات برنامه میره باز از خوشش. امروز میخوایم که در مورد یک پرنده بگویم، حیوان بگویم. پرنده نامشان بسیار مقبول هست، چی بگویم بر شما؟ چی بگوی برش؟ برش گاو پرنده. بله گاو پرنده از خاطره که مقبول است. خب گاو ها که بسیار بزرگ هستن و نمیدانن پرنده محسوب شده، و این که است این حیوان که امروز قرار است موردش معلومات بتیم، حیوانی است که نام انگلیسیشم رین برد میباشه. خب یا پاتی برد. چه؟ اگه شما انگلیسی رو یاد داشته باشین میتونین که بفهمین نام پرنده چی هست. مریم بله، استاد را در مکتب با ما گفته بود. خب چی گفته بود؟ باران بنابیتن. خب آفرین. دیگه برد گفتی مریم؟ آه برد، برد پرنده بنابیتن. آفرین چقدر خوب گوی جان میفهمه. آفرین به گوی جان. به نظر ما که پرنده بارانی معنا میتنه. نه خیلی خب بله میتک چیز معنا میتنه. آفرین به هر دیتان، آفرین تان. اما رو هم که بله فالگیرک تالست گپ هر دوی تان درست است. هر دوی ما؟ بله اما میتنم که گوی جان و فالگیرک جان فهمیدن که نام پرنده یا مرغ چی هست، اما خصوصا دوستای ما فهمیدن، چون ما مطمئن هستم که دوستای ما ماشاءالله خیلی زیاد لایق هستن. خب امروز میخوایم که در مورد مرغ باران یا پرنده باران بر دوستای ما معلومات بدیم. مرغ باران یعنی بله. چی؟ یعنی در باران زندگی میکنه؟ نه باز من براتون دلیلش هم میگم که به خاطر چی پرنده رو میگم مرغ باران یا پرنده باران میگم. خب بله میگه که این پرنده باران که هست یک پرنده است که بیشتر نام انگلیسیش هم برای شما گفتم رین برد یا پادی برد می باشم، و همچنان میگه در مناطقی که
مرتوب باشه، باتلاقی باشه، اونجا یه زندگی میکنن. باتلاقی یعنی همون زمین هایی که نرم هست و مرتوب هست، به یایی که گفتم میتونیم یک قسم آب داخلش جمع شده باشه یا نزدیک آب باشه یا نزدیک آب های شیرین باشه، این پرنده ها در اون قسمت ها زندگی میکنن. در اونجا دیده میشه، در اونجا پیدا میشه. خب پیدا میشه یا زندگی میکنه یا دیده میشه، شاید به خاطر از این زندگی میکنه مریم. بله زندگی میکنه. در اونجا باز دیده میشه. آسایست باز پیدا میشه مریم. آه گوی جان مادر مار گفتی دیگه فامیده. اما چیزی که گوی جان میگن. بله دقیقا. و همچنان بریم طرف اندازش که اندازه پرنده ها چقدر میباشن. اندازه هم داره؟ بله دیگه، اما طول بدنشان هم میخواییم به دوستایم بابا بایان. خب بله، طول بدن پرنده ها که هست از 20 الی 25 سانتی متر است. یعنی طول بدنشان خوب است دیگه، زیاد بزرگ نیست. اینا هم اگر خیلی بزرگ میبودن شاید پرواز نمیتونستن، چون کوچک هستن میتونه که خیلی براحتی پرواز کنه. مثلا این به تصویر دیده میشه. بله در تصویر که میبینم رنگش هم بسیار مقبول است. بله رنگای بسیار مقبول و زیبایی دارن. و رنگش هم قسم که گوی جان گفت اینا کسن گونه هایشان رنگ های متفاوت داره، ولی معمولا یا اکثریتشان به رنگ های سبز پیدا میشه، رنگ قهوه‌ای پیدا میشه و رنگ زرد پیدا میشه. زرد؟ رنگاش بسیار مقبول است. اینجا که ما میتونیم ببینیم رنگ سفید داره، رنگ توسی یا فولادی داره، این رنگ رنگ هستن. و همچنان اما قسم بیشتر گفتم اینا پرهایشان که هستن بسیار نرم و لطیف و زیبا هست و به خاطر امی است که اینا میتونن در مناطقی که مرطوب باشه یا نمدار باشه، در اون مناطق اینا میتونن که خیلی راحت زندگیشان را پیش ببرن. پرهایشان نرمه. بله و همچنان اگر ایجان فال گره جان اینا میتونه که در بعض مناطق خودشان را میتونه استهتار کنه یا میتونه خودشان را پنهان کنن یا شبیه امو جایی که هست یا مکانی که هست خودشان را امو قسم نشان بده، میتونه که استهتار هم بکنه. خودتا میتونه رنگ مثلا سبز باشه زرد کنه؟ بله جایی که سبز باشه میتونه، در قسمت هایی که جای سبز هست میتونه خودشان را پود کنه یا پنهان کنه که دیگه پرنده ها اینا را شکار نکنه. چقدر ویژگی جالب داره. بله این ویژگی های ظاهریش بود که بر شما دوستای خوبم گفتم، برای گوی جان فال گرگ جان گفتم. و حال همکار اشاره میکنه که برم یک کارتون ببینیم. خب دوست خوب نازنین میریم با هم دیگه کارتون زیبا را میبینیم و دوباره با ما همراه خودت برو. دوستای خوب و نازنین در ادامه برنامه خیلی زیاد خوش آمدین. مریم بله بر فالگیره گاو نوردم نه خوردم از خاطر گفتم او سر دگر نوشی جار بکنه مریض بشه. بله راست میگی، خودم رفتم آه گرم خوردم. خوب کردی، خوب کردی فالگیره جان، خوب کردی که رفتی آب خوردی. البته من میخواستم من برات آب بیارم، ولی خودت که رفتی گفته باش که ما دیگه چیکار کنم با گوی جان صحبت کنم با او. بله بله اب جان مریم. بله مرغ باران خب پرهای نرم و لطیف. بله رنگ های بسیار مقبول. بله بله گوی جان. خب گوی جان بله منظورت کی است که ادامه شبوگموت است؟ دقیقا مریم چطور بله بشتستی؟ بله دیگه گوی جان چون تو دوست من هستی از این که ما با هم دوست هستیم، من میتونم پیش از این که گپ رو بگویم من میتونم ذهنت رو بخوانم که تو هدف چی هست. وای مریم آفرین. بله خب خواهی دامیشم بگویدی بله. که بله فاکرگ جان گوی جان و دوستای خوب و نازنینیم. بله خب محل زندگیش رو بر شما گفتم که در جاهای زندگی میکنه که مثلا با آبهای شیرین نزدیک باشه یا باتلاقی باشه یا مثلا زمین های زراعتی باشه، در اینجا های اینا میتونن زندگی بکنن. بله بله خیرتی جا بابا گفته بودی چی گفته بود؟ این که هست در نزدیکای آب شیرین هم پیدا بشه. خب من اینجا چند بار تکرار کردم گفتم گفتم و همچنان اینا که هستن در قاره آسیا پیدا میشه، در قاره آفریقا پیدا میشه و در قاره استرالیا پیدا میشه. این در این قاره ها این پرنده زیبا پیدا میشه و زندگی میکنن. و همچنان
بله. در جنگل خوشبختی پیدا نمیشه ما برون ببینم؟ در جنگل خوشبختی شاید پیدا شد شاید هم نشد و نمیفهمم مقصد چون شما اونجا زندگی میکنین شما خبر ندارین دیگه ما چه قسم اونجا پیدا نمیشه؟ تو کل جنگل دیدی؟ ما کل جنگل رو بشترسم به هر صورت ببینیم که این پرنده ها غذایشان چی هست اینا چی غذاهای رو اینا نوشیجان میکنن پرنده یا مرغ باران که هست غذایشان حشرات هم میخوره دانه ها رو میخوره و گیاهان هم نوشیجان میکنن و همچنان من گفتم اینا در مناطقی که مرطوب باشه یا نمدار باشه میرن اونجا مثلا زندگی میکنن به خاطر این است که بله. اگر دوستکای ما متوجهش ده باشد زمین هایی که نمدار هستن اگر ما کمی امو خاک یا گل کمی بکنیم در زیر خاک یا امو گلی که هست یک قسم کرم پیدا میشه درست است و این پرنده ها میره امو کرما رو میخورن غذایشان است امو کرمکا رو میخورن؟ بله امو کرمکا رو میخورن و همچنان یکی اینا کستن آواز بسیار مقبول و زیبا و دلنشینی داره که بخاطر امی زیبایی و بخاطر امی صدای آواز مقبولش است که پرنده ها رو همگی دوست داره مریم؟ بله من هم دوستم بخاطر همین صدای مقبوله آی صدای دلنشین مرا دوست دارن بله دیده گوی جانم اگر صدایتان دلنشین نباشد چون تو دوست ماستی همه که ما دوستت دارم گوی جان بسیار جان تشکر خواهش میکنم دیگه ای که گوی جان فالگا جان شما پرسان نکردین که اینا چند تا تخم میمانن اینا روش پرسان نکردین چرا پرسان نکردین؟ بله در فصل که بارانی باشن جفتگیری میکنن و از 3 تا 5 تا تخم میمانه و اما تخم هایشان بعد از 12 تا 14 روز چوچه هایشان یا مجوجه هایشان از تخم ها بیرون میشن دیگه خوب چیزی بله. که داشتم خورد خوردشتی بسیار خوب میباشن اگر و اونا چند هفته را با اما والدینشان زندگی میکنن و بعد از او کم کم پرواز میکنن و باز هم مادر جانشان را کمک میکنه تا اینکه بزرگتر شوه بزرگتر شوه بله و همچنان میگه که امی بعض تغییر آب و هوا یا مثلا امی ممکن است که آلودگی ممکن است که مثلا امی زیستگاه هایشان یا مناطقی که اینا زندگی میکنن ممکن اونا از بین بره و باعث شوه که این پرنده ها کمی جانشان به خطر باشن ولی بیشترشان کلگی چون دوستشان داره اینا رو نمیخوای که اینا جانشان به خطر باشه یا نسلشان منقرض شه و کلگی دوستشان داره و از اینا محافظت میکنن مریم بله من نمیخوام اینا به خطر مواجه شود بله دیگه پرنده های زیبای هستن ما هم نمیخوایم به خطر مواجه شود من میخوام از شما محافظت کنم من میرم نجاتشان میتونم تو نجات میتی؟ نمیتونی تو میتونی؟ خب اگر میرین برین اگر نمیرین که باشن دیگه حالا نبیرم مریم همه حالا خرفته نمیشه بله دیگه همه حالا اینجا باشون چون خب پیشتر میگن که ما نمیفهم در جنگل خوشبختی پرنده ام باران یا مرغ باران پیدا میشه نمیشه حالا میگم ما برای جانش نجات بده اینا در خطر و قدر نیستن این کمتا مثلا اگر حوادث طبیعی شوه یا مثلا آب هوا تغییر کنه یا آلودگی شوه ممکن است که کمتا اینا از بین بره ولی بیشتر همه گزنا محافظت میکنن و دیگه یکی گوی جان خب فال گرگ جان اینا بخاطر از اینکه حشرات میخورن و این باعث میشه که امید در جهان تعداد حشرات کمتر شوه اگه فرض مثال امید حیوانات یا پرنده ها نباشه که حشرات بخورن ممکنه که حشرات خیلی زیاد شوه و ما نتونیم درست زندگی بکنیم ولی هر چیزی به ما اندازیش است درست است؟ بله و همچنان ممکن است که بعض پرنده های شکارچی امی پرنده های باران یا مرغ باران از شکار بکنن یا مثلا بعض شکارچیان شکارشان بکنه خب خدا کنه کسی شکارشان نکنه چون پرنده های دلنشین و زیبایی هستن و دیگه که گفته شده که این پرنده ها چون خیلی زیبا هستن به خاطر از اینکه آواز مقبول و دلنشینی دارن خیلی همگی دوستش داره و خصوصا در هنر ادبیات دری بیشتر در شعرها از اینا مثلا از نامشان استفاده شده مرغ باران من بله. میرم یک شیر بر مرغ باران جور بکنم شیر خب، تلاله حتما با شیر تو برای ما بخوانی خب من خدش برم آب برم میتونی بری دوستای خوب و نازنینم خدافز دوستای خوب و نازنینم انشالله که از درباره مرغ باران معلومات خوب را به دست آورده باشین و دوستای خوب و نازنینم
انشالله که از معلومات امروز خوشتان آماده شد و لذت برده باشین. و یادتان نره که نصیبه جان برای ما و شما یک رسم بسیار مقبول زیبا رو میکشم. از همیال برین پنسل هایتان، رنگه هایتان، کتابچه هایتان آماده بانین تا اینکه وقتی که نصیبه جان آمده شروع کرد شما همزمان با اونو شروع بکنین. خب دوست خوبه من از حضورتان رخصت میشم تا برنامه های بعدی. خداحافظ و نگهدارتان. باقی روزتان خوش.